سنگید اعتقاد به حرکت زمین به دور خورشید داشت. زغال ستاره ایست روشن در آسمان هفتم، با حرکتی کند و آرام. زغال در همه حال تمایل به بیرنگی دارد. مشتری در آسمان ششم قرار دارد، ستاره ایست سفید و درخشان. از زغال بزرگتر است و سریعتر از او در آسمان حرکت میکند. زهره در آسمان سوم، عطارد در آسمان دوم. داخل شو. داخل شو. برای امر مهمی تو رو احضار کردم جوان. میخواستم نظر خودتم بدونم. ناخدای معروف سیراف، سلیمان ابن بابشاد، اصل سفر به چین داره. او به کاتبی احتیاج داره. تقاضای طالبی کرده. من تو رو انتخاب کردم. خب، چه میگی؟ وسیع و سرپرست من در همه حال شمایید، هرچه شما صلاح بدونید. خوب فکر کن، ممکنه مخاطراتی در راه باشه. کار در کشتی و دریا و دیدن مردمان ناشناس منتهای آرزوی منه. میدونم، میدونم. باکی نیست، قبول میکنم. اگر قبول میکنی کاری هم برای مدرسه باید انجام بدی. چه کاری؟ باید از این سفر رهنامه‌ای بنویسی، رهنامه ای که دریا نوردان و سیاحان رو در آینده به کار آید. با کمال میل. چه اموری رو باید ثبت کنم؟ آنچه در این سفر میبینی یا میشنوی، آداب و رفتار مردمان، جا و محل آب شیرین و آذوقه، انواع بادها و طریقه استفاده از بادبانها، پستیها و بلندیها و ساحلها. قول میدم همه چیز به مراد شما باشه. و انشاءالله به مراد تو. نامه ای باید به ناخدا سلیمان بنویسم، اما بدان تا روزی که برگردی در شک میان خوب و بد این تصمیم گرفتار خواهم. دوله دیلمی، یقین دارم خبر فتح بغداد رو به شیراز میبرم. ببندینش. دنبال کسی میگردی؟ بله، ناخدای این کشتی. ناخدای این کشتی اسم داره؟ سلیمان، پرسیدم گفتن همینه. چه کار داری؟ نامه ای از شیراز دارم. بیا داخل. Thank you.
حالا. نداشته از شاگردان برجسته ای به علم و فن دریانوردی علاقمندی و اخلاق و رفتار نیکو داری. چون به صداقت نویسندش ایمان دارم حرفشو میپذیرم، اما دو نکته در این نامه مسکوت مانده. چه نکاتی؟ شناوری و شمشیرزنی. سفری که در پیش داریم سفری عادی نیست. شرط اصلی کشتی نشین ها در این سفر توانا بودن است در دفاع از خود و دیگران. چون این صفتی داری؟ بله، شناوری رو خوب میدونم، فنون جنگی رو میشناسم. چگونه یاد گرفتی؟ پدرم سپاهی بود، شمشیرزنی، نیزه پرانی و زوبین اندازی رو از او یاد گرفتم. تا زنده بود با من تمرین و ممارست میکرد. پدرت چگونه از دست رفت؟ در جنگ نصیبین کشته شد. خدایش بیامرزد. زن و فرزند داری؟ خیر، یکی و تنهام. ظاهرن همانی که احتیاج دارم. از امروز کاتب کشتی و کمک کار من خواهی بود. اتاقی مخصوص خواهی داشت و جیره‌ای به سان دیگران دریافت خواهی کرد. امیدوارم در همه حال با من به دل یکی باشی. مطمئن باشید. کاتبی؟ بله. کاتب قبلی ما 50 سال داشت. کجا رفت؟ بر آب. هر یه دریایی شب اونو صدا کرد، به عشق اون خودشو انداخت به دریا. این اتاق اون بود. پرسنده همی رفتم از این شهر بدان شهر، جوینده همی رفتم از این بحر بدان بحر. این پیغام زنده ی حبشی هاست. اموالم رو غارت کردن، گوش و زبان و بینی ناخدای منو بریدن و پیغام دادن پارسیان حق ندارن از کالیگوت در هند و موگادیشو در سرزمین زنگ پیشتر برن. کشتی من اولین کشتی نبود. تا به حال هر کسی نختار رو نشنید غارت شد. چگونه میشه از این دشمن غدار گذشت؟ چگونه ناخدا سلیمان؟ با عبور از میانه دریا. هندیان و حبشی ها از کناره میروند، ما از میانه دریا میرویم. حق ما چون دیگران راندن کشتی در تمام دریا هاست. روزگار یونانیان رویای تسلط بر دریای پارس و هند را در سر داشتند. شاهان هخامنش با هزاران کشتی خواب اونها را در آتن آشفته ساختند. روزگاری دیگر رومیان چون این خیالی در سر انداختند. آل اشکان اونها را به زانو زدن در مقابل خود وادار کردند. و اکنون فرمان روایان بیزانس به چنین جنونی گرفتار آمدند. همینان حبشی ها را بر علیه ما شوراندند. میخواهند خود تنها در دریای هند و چین به تجارت مشغول باشند بدون رقیب. روشن بگو ناخدا سلیمان، از ما چه میخوایی؟ کشتی دوم با مال و تجارتی که در چین خواهان داشته باشند. چرا تنها با کشتی خود به دریا نمیری؟ چون اولین بار است به این راه میروم، میخواهم سفری مطمئن و با صرفه داشته باشم. مجبور باشم تنها میروم. شکوه و ثروت سیراف آفریده ی تجارت است. چین کشوری است با امتعه فراوان، خصوصا ابریشم. اگر ناخدا سلیمان بتواند راه مستقیم تجارت با چین را از دریا بگشاید، این شکوه و ثروت چندین برابر خواهد شد. من به سهم خود مال و تجاری درخور و شایسته از خزانه سیراف در اختیارش بگذارم. کشتی دوم را شما در اختیار او بگذارید.
اکنون که به روزگار حاکمی دانا و توانا همه ما رو شوکتی پدید آمده، لبیک میگیم، ما نیز کشتی و کالا در اختیارش میگذاریم. بسیار خوب، شکر که مقصود حاصل شد. در این سفر کشتی ما رو ادریس ناخدایی میکند. شرطی دارم. بگو. حق سرپرستی و اجرای عدالت در تمام سفر. قضاوت و حکم در همه حال با تو. هر دو کشتی از تو فرمان خواهد برد. تمام کنید، قسمنامه را بخوانید. بلند شو ناخدای تو. ما اعضای دسته ناخدایان به خالق زمین و آسمان و هفت دریا قسم میخوریم که در همه حال رعایت انصاف را بکنیم حقوق بازرگانان و صاحبان اموال و افراد را غصب نکنیم هیچگاه کشتی خود را ترک نکنیم مگر در آخرین لحظات برای ما دعا کنید. سرعت پنج گره.
عیس. بله ناخدا. ببرش رو اتاقش. مراقب باش تا خوب نشده نیاد بیرون. چشم ناخدا. غذاش فقط آب نخود. بله ناخدا. صداش کن. بقاس دارم میام. چه میکردیم؟ تلسمی میکوبیدم تا از خطر در امان باشی. استرلاب، استرلاب با افراب بگیر، بگو در راه چه میبینی. در این راه که میریم تا شارستان مسقط هیچ خطری نیست. در مسقط، در مسقط کامیابی و شادمانی میبینم. جز این میدیدی به آب میانداختم تا برود. دوباره بگیر. در مسقط چه شادمانی میبینی؟ همونطور که گفتم، خوشی، کنیزان زیبارو، شادمانی. شازان. بله ناخدا. اینجا ستاره شمال رو پیدا کن، اندازه بگیر. تا تنگه هرمز ما به سمت شرق میریم. ستاره شمال روبرو نیست، سمت چپ کشتی. پیداش کن، اندازه بگیر. پیدا شد. 3 تا. اشتباهه. دوباره رصد کن. محکم بیست. میله رو عمود نگه دار. سده 5. درسته. اولین شرط یادگیری فنون دریا ثابت ایستادن در کشتیه. یک انگشت اشتباه ما رو فرسنگ ها از مقصدمون دور میکنه. بله ناخدا. کشیکم شب با توه. تا صبح با همین راه برو. چشم دختر بر شاپور افتاد که با لشگری بزرگ اطراف شهر او را گرفته بود. پرسید آن کیست؟ گفتند پادشاه آن حشم و خسروی عجم اوست. دختر چون از جمال و کمال او آگاه شد، یک دل نه صد دل عاشق او گشت. عنان خویشتنداری از دست بداد، بر کاغذ نبشت: اگر پادشاه عهد کند هرگاه این شهر بستاند، مرا از قوقای عشق خود برهاند، من به او خواهم گفت چگونه این شهر بتواند گرفت. درخت مکر زن 100 ریشه دارد. مرد اگر مرد باشد، زن به خاطر او از شهر و دیار خواهد گذشت، جان فدای مرد خواهد کرد. و اما بعد. برای رسیدن به سرزمین چین از 7 دریا باید گذشت. ما با عبور از دریای پارس و مکران به سوی مسقط می رویم. در مسقط آب و آذوقه کافی به کشتی می گذاریم تا به سلامت از میانی دریای زنگ و هند بگذاریم تا سرزمین دیباجات. خشکی بندر مسقط. نایس. بله ناخدا. بادمونه رو کم کنید.
بادبونا رو کم کنید. بادبونا رو کم کنید. سیرافیانی که به مسقط میان همیشه منو صدا میزنن، چون من میدونم چه سلیقه‌ای دارن و چگونه کنیزی میپسندن. چگونه؟ کنیزی میخوان باب دندان و باب حرمخانه، البته تربیت شده و آداب دار. برای تجار و کشتیدارانشون شما قیمت های ما پشیزی بیشتر نیست. ارزان، بسیار ارزان. خوش‌صوت، امین و وفادار، نوجوان و تندرست، با 10 سکه شروع میکنم. 10 سکه طلا. 11 سکه. 11 سکه طلا. آره 12 سکه طلا. 13 سکه طلا. 13 سکه طلا. 14 سکه طلا. اگر منو امین بدانید، من اون رو پیشنهاد میکنم. بلند شدیم. کنیزی است گرجی، مناسب برای آمیزش و داد و ولد. در کار خانه بهتر از اون کنیزی پیدا نمی کنید. پسند من نیست. نیست؟ آن یکی چطور؟ سفید است و نازک، خوشخلق و آدابدان. برای حفظ اموال گران قیمت بهتر از کنیز یونانی کنیزی نیست. نه نه، اون یکی چطور؟ زنان زنگی به فرمان برداری شهرند. ناخدای من، خواهر کنیزیست نوجوان و زیبا. چون این کنیزی داری؟ ماه روی دارم که اگر ببینی شیدای او خواهی شد. نشونم بده کجاست؟ امیرزاده است، امیرزاده ایرانی. چه خوب، معطل نکن. اینجا کسی حق خرید و فروش امیرزادگان رو نداره. اونا همیشه حق حاکمانن. قبول کن، اگر راغب شدی باید مخفیانه به کشتی ببری. بلا آسوده باش، نشونم بده. بیا. 11 سکه طلا. به جسه کوچیکش نگاه نکنی. کنیزی که به تو عرضه میکنم در واقع کنیز نیست، نگاریست باکره و جوان که خود 10 کنیز در خدمت داشته. حتما عجوزه ایست که اینقدر تعریف میکنی. عجوزه. بلند شو، بلند شو، رو نشون بده ارباب تو رو ببینه. بلند شو بی حیا، بلند شو ارباب تو رو کامل ببینه. بی حیای چشم دریده. بلند شو. بیشتر منو ترغیب میکنه. چه نام داری زیبا رو؟ ماهورا. امروز کمی تند خوست اما دائمی نیست. قیمت بده، چند میفروشی؟ 30 دینار طلا. سی دینار؟ ملک روم میفروشی؟ نه، کنیز میفروشم. 10 دینار. 10 دینار؟ اصلاف نیست ارباب. خیلی خوب، 2 برابر، 20 دینار. بیشتر نخواه. 20 دینار؟ کنیز باکره 20 دینار؟ با این حسن و جمال 30 دینار پولی نیست. نه، همین که گفتم. راضی شدی خبرم کن. صبر کن ارباب، صبر کن. کجا؟ در تمام بازار کنیزی به این زیبایی پیدا نمی کنی. 20 دینار. بیا ارباب، بیا.
مزه کن ناخدا. چطوره؟ امسالا نیست. شیرینی و تلخی و تندی رو با هم بره. چطور میسازی این شیره رو تو؟ ناخدا در هر سفر ایرادی میگیری. خودت میدونی در مسقط شیره نارگیل بهتر از این پیدا نمی کنی. نه، حتما بهتر داری. شیره بهتر نداری. بازم نه. اگر شیره امسال داری 10 کوزه. وگر نداری برام شیره خورما بیار. شیره خورما بیار. از اون کوزه آخری. بریم برگرد. ناخدا ادریس. ادریس با تو هم. اون زن رو سوار نکن. کدوم زن؟ کنیزی خریدم، به خود محرمش کردم، میبرمش کشتی. من کنیز نیستم، امیرزاده هستم از خاندان بزرگ لیس. منو به اسارت گرفته. مردانگی کنید، منو به نیمروز برگردونید، پادشاه نیکو بگیرید. پیداست برده و کنیز نیست. آزادش کن، به خانه برگرده. اجازه نمیدم در هیچ یک از کشتی ها زنی پیدا بشه. ناخدای اون کشتی منم. لازم نیست برای امور شخصی از کسی اجازه بگیرم. همراه بردن زن در این سفر صلاح نیست. هیچ سفری من بدون زن نبودم. فقط خداست که احتیاج به جفت نداره. عقدی، متعه، کنیز یا شاهزاده فرقی نمی کنه. همیشه جفتی در کنارم بوده. سوار شو. بی جهت منو به کشتی سوار نکن. به من دست دراز کنی به دریا غرق خواهم شد. انصاف نیست در میان این همه مرد تنها تو زن در کشتی داشته باشی. او دختری است خرد و نحیف. کشتی جای مردان قوی است. آزادش کن. حتی آزادش میکنم، اما نه در اینجا، در کشتی. کنیزان آزاد شده با صاحبان قبلی خود مهربان‌ترند. سوار شو، نه به مرد خانه برگرد. عقل کوچیکت به کار ننداز. من امیرزادم. سوگند یاد کن به من دست دراز نخواهی کرد. قول بده، وگرنه فریاد میکشم تا همه از اون چه هستم با خبر بشه. قبول. قبول ای امیرزاده. قول میدم. سوار شو. با کمی ملاتفت رام خواهد شد. خلق و خوی تامارون میگیره اگه از همینجا کنیزی بخریم. عهد کرده بودی در همه حال مطیع من باشی. باید در جام میگفتم که در خرابات میچرخی، با مطربان مینشینی، شراب مینوشی و زاوروی هیچ کس زیانت نمیکنی. تو خود دیدی یا شنیدی؟ اگر دیدی که با من در خرابات بودی، اگر شنیدی شاهد بیار. شاهد داری؟ از همین آغاز سفر ناسازگاری. برگرد. نمیخواهم با تو هم سفر باشم. صاحب دریا تو نیستی. ادریس هم میتواند در این دریا به تنهایی کشتی براند. داره دنبال اون میاد. کی؟ کشتی ادریس. ولی خیلی دوره. بگو سرعت رو کم کنن، زیاد عقب نمونه. با
این چه مال دو ارزشیه که دائم بغلت گرفتی؟ دست نزن، لباسای مادرمه. لباس فاخریه، اگه واقعا مال مادرت باشه حتما عیان زاده ای. حرفتو باید باور کنم. لباس مادر پیش تو چی کار میکنه؟ به من بخشیده. از من نترس، من با تو بد نمی کنم. پای قولم هستم، من دل مهربونی دارم. آسوده باش. کشتی ادریس با زنی که همراه دارد همچنان به دنبال ما می آید، زنی که هیچ کس از گذشته او آگاه نیست. ما چند روزی است که در میانه دریای هند کشتی می‌رانیم. آب و باد و ماهی این دریا با دریای پارس تفاوت بسیار دارد. دو انگشت به چپ. ناخدا سلیمان برای پیشگیری از ابتلاع افراد به ریزش دندان و مو، روزانه خوردن یک وعده آب ترش لیمو را اجباری کرده است. از مسقط به بعد او به قصد یادگیری مرا به کارهای گوناگون در کشتی می‌گمارد. تلسم شکست. اگر میخواهی محبوب با تو رام گردد، این تلسم را با هفت فلفل بسوزان، دود او را دور اتاق او بشرخان، روز به شب رسیده او را میگرد. وای به حالت، اگه تا چند روز دیگه با پای خودش به تمنای من نیاد، به آبت میفکنم تا برود. من برا برا تلسم دیگه بساز. یک کشتی غریبه. چیزی رو هر شبی بینی؟ نه هیچی. خوب نگاه کن، چیزی نیست، هیچی. تبل بزنین. یه نفر آب برد.
پیداست قدم نحسی داریم. آدم میبینی؟ نه نه خدا، آدم رو عرشه نیست. ارواحه؟ چه بلایی گرفتار شده؟ همه جا رو خوب بگردین. کشتی هندیه. سکه هاشم هندی و ملاییه. درهم و دینارم دارن. حتما برای تجارت به دریای فارس میرن. همواراش پر از کالاس. بدون آب و غذا. راه گم کردن. بی آب و خوراک هلاک شدن. برای آمرزش مردگان دعا کنید. با کشتی چه کنیم؟ جایی برای اموالش نداریم. آتیشش میزنیم. شب برای کشتی هایی که رفت آمد میکنن خطرناکه. شازان، اموال و محلش رو ثبت کن تا به اولین بندر که رسیدیم خبر بدیم. چند تا مشعل برداریم. دارچین سر کافور آج صاحب کنید. چیکار میکنین؟ صورت برمیداریم تا اولین بندر خبر بدیم. صورت برمیدارید؟ مگه اموال شماست که دارید صورت برمیدارید؟ نه، مال زن و مردیه که اون بالا کنار هم مردن. ناخدا و زنش، شاید هم کسای دیگه. ما که نمردیم. کشتی صاحب مرده مال کساییه که پیداش میکنن. نصف اموال این کشتی سهم ناخدا ادریسه. ناخدا سلیمان دستور داده پرکاهی از این کشتی بیرون نره. ناخدا سلیمان مختاره. ما سهم خودمون رو میبریم. ببری صبر کنید. هیچ کدوم از کشتی‌ها تحمل بار اضافه رو نداره. کشتی سنگین و موج کوتاه هم غرق می‌کنه. احسنت. احسنت. درود بر ناخدا ابهر شیرازی. خب ناخدا بگو ببینیم درس دیگه‌ای از مکتبخانه داری به ما یاد بدی؟ بله. کسی حق نداره سر سوزنی از این کشتی بیرون ببره. بیرونشون کنید. لاشخورا. راو یافت. بیرون. آه!
اصفهان برات ابریشم سوغات آوردم. ارباب و صاحب تو اینجاست، میگم در باز کن. تو اولین زنی هستی که در بروی ادریس باز نکرده، میفهمی؟ میدونی جای زنهای نافرمان و لجباز کجاست؟ ها؟ دوتا کشتی دارن دنبالمون میان. دوستان دریام دستور چیه ناخدا؟ کشتیشون خیلی سبکه، زود به ما میرسه. آتش اندازه آماده کنید. آتش اندازه آماده کنید. همه دزدند و خونخوار، گریختن بهتر نیست. دریا جای گریختن نیست. به فکرم دو گوش و یک بینی حبشی برای ناخدا حبیب سوغات ببریم. رئیس خونخوارشون با من، بقیه رو شما به دریا بریزید. دفع دزدان از ما ساخته نیست، همه حرابیند و نابکار. طلوع صبح چیزی جز خون آتش نمیبینه. میبینی که چون همیشه اشتباه کنی. پنهان شو، تا نگفتم بیرون نیا. Thank you.
اکبر اللهم صل على محمد و آل محمد. العف يا صاحب العف. 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 برگرد. ناخدای من اونو کشتن. هیچ کدومشون نباید زنده بمونن. هیچ کدومشون. برگرد مرداس. هیچ کس حق نداره روی اسرا دست بلند کنه. شمشیرتو بنداز و برگرد سر جات. ما دل به لطف خدا میبندیم، خواست و اراده او را میپذیریم و با صبر و بردباری به راهمون ادامه میدیم. ما خدای این کشتی مردی بود شیردل و ببرخوی که چون آب از بالا به زیر میامد و چون آتش از زمین به آسمان میرفت. خدایش بیامرزد. هر عهد و پیمان که با او داشتید با من هم ثابت و پابرجاست. از امروز ناخدای این کشتی شازان ابن یوسفه. ناخدای این کشتی حق منه. من سالها به ادریس خدمت کردم، سالها برای اون کشتی روندم، همیشه با همه جا یار و یاورش بودم، هم نفسش بودم، مطیع اون بودم. چرا من نه؟ من او رو انتخاب میکنم. چرا؟ چون او امیرزاده است؟ یا چون ادعا میکنه پدرش در نبردی ماهون کشته شده؟ یا چون به مکتب خانه رفته و من نرفتم؟ کدوم یک ناخدا؟ کدوم یک؟ گار دریا مرد میخواد. بیشتر از اون نباشم، کمتر نیستم. کمتر نیستی، اما چون ماهی لغزنده ای. یقین دارم در عهد و پیمان با من هم پایدار نخواهی بود. ظاهراً همه تو را به عدالت میشناسن. پس کو؟ کجاست عدل سلیمان؟ تمام عدل سلیمان ناخدای شازان است. هر کس به ناخدای شازان راضی هست با او پیمان میبنده، هر کس نیست دار اولین بندر پیاده خواهد شد. رسیدن به اولین بندر از این زن نیک مراقبت کن. چشم خدا. مشکلی پیش آمد خبرم کن. حتما.
غذا بهشون بده رهاشون کن. راضی به کار بودن چند نفری انتخاب کن. آموزه برابر و غذا برابر. چشم ناخدا. برای حرکت آماده شد. تقدیر این افتاد تا کشتی ادریس را من ناخدایی کنم. در حال عزم و اراده من در پیش رفتن بیش از ترس و استرابم از شورش و نافرمانی جاشوان در کشتی است. نیک می دانم در این کشتی کسی در باطن به ناخدایی من راضی نیست، به جز ماهورا، زنی که تکلیف مراقبت از او جرأت و جسارت بیشتری به من بخشیده است. سرعت پنج گره. سرعت زیاد کنید. تموم بادونا بازه. میدونم. کشتی رو سوا کنید. چیکار کنی؟ بارای اضافی رو بریزی تو دریا. هرچی از اون کشتی آوردیم بدیم به آب. این اموال سهم یتیما و بیوه زناست. دست خالی نمیتونی خبر مرگ شوهرانشون رو به خونه ببری. اگه میخوای سهم به بیوه زنا و یتیما برسه، برای کشتی دلسوزی کن. سهم اونا به شرطی محفوظه که این کشتی سالم به مقصد برسه. پشیمون نیستی؟ این کشتی اگه سبک بود به دست دزدا نمیافتاد. بارای اضافی رو خالی کنید. زودتر. غذای کنیز رو میبرم. بده به آشپز ببره. این چیه؟ اینو زن برای شما فرستاد. این چه کاری بود کردی؟ پاداشیه برای زندگی دوباره ای که به من دادی. ممنون. به خاطر پاداش نبود. قبول کن. حال که اربابی ندارم میخوام آزاد باشم. نمیخوام مدیون کسی بمونم. تو آزادی. دینی به کسی نداری. چرا؟ به رسم طایفه من تا تحفه و پیشکشی قبول نکنی مدیون تو هم. مدیون نیستی. فقط بگو امیرزاده ایرانی چگونه به مسقط افتاد. عذر میخوام. نمیتونم بگم. چرا؟ شنیدنش خوشایند دیگران نیست. اگه میخوای مدیون نباشی تعریف کن. مشتاقم بشنوم. بگو. من از نوادگان یعقوب لیثم. عموی من ابو جعفر حاکم کل سیستان بود. ما در قصر قند کنار دریای تیس زندگی می کردیم. طایفه ما رمه های بزرگ گاو و گوسفند و شتر داشت و نیشکر می کاشت. فصلی رم کردن نی بود. من و مادرم همراه کنیزان و غلامان به تماشا رفته بودیم. نی جمع می کردیم و شیره قند می خوردیم.
که ناگهان دو کشتی از دریا ظاهر شد. مردانی با لباس تاجران به ساحل آمدن و مردان ما به رسم مهمان نوازی به پیشواز رفتن، غافل از اینکه اونها دوستند و غارتگر. دوستان به سر مردان ما ریختند، اونها را کشتند و دختران و زنان و غلامان را به اسارت گرفتند. ما را به آن سوی دریا بردند، بندر به بندر میچرخیدن و در هر بندر کسی از ما را میفروختند. مادرم در میانه راه مریض شد، منتظر مرگش نموندن، اونو به دریا انداختن. چه سرنوشت غم انگیزی، چگونه تحمل کردی؟ بردار تو آسودگی خیال پیدا کنم. برای آسودگی خیال تو فقط این انگشتر رو برمیدارم. انگشتر پدرم بود، نمیدونم چرا همیشه مادرم اونو به انگشت میکرد. حتما یاد و علاقه به همراه داشته. حتما. خشکی از جنوب هند تا دریای چین امتداد دارد. سلطان و سلاطین این جزایر بانویی است با خزائن و ثروت بسیار که بر تمام این جزایر حکم می‌راند. از جمله ترتیباتی که او مقرر داشته این است که چون کشتی به ساحل رسد، والی بندر به استقبال رفته تحقیق می‌کند کشتی از کجا می‌آید، ناخدای آن کیست و مال و تجاره آن چیست. و چون مردان بزرگی در کشتی باشند، ایشان را با تشریفاتی خاص به ملاقات می‌برد. بنشینید. شما از کجا میایید؟ به کجا میرید و در پی چه کاری هستید؟ ما پارسی هستیم، از سیراف و از دریای پارس میاییم. مال و تجاره‌ای داریم که به چین میبریم. من 3 سال پیش در سلطنت پدرم همینجا ناخدایی را دیدم که کشتیبانان هندی او را در قایقی رو به موت یافته بودن. میگفت از سیراف بادبان کشیده به سوی چین میرفته که کشتیش را در طوفان از دست داده. پدرم به او کمک کرد تا دوباره به سیراف برگرده. برگشت؟ بله، به سلامت به سیراف برداشت. در تدارک کشتی دیگری بود تا دوباره از همین راه به چین بره که از دنیا رفت. من با رهنامه او تا به اینجا آمدم. در رهنامش چیزی از ما نوشته؟ بله، نوشته سرزمین شما بزرگ هست و پرنعمت، مردمانش دلیرند و توانگر، مسلمانان کثیری تابع قانون و مذهب خود آزادانه اینجا زندگی میکنند. بیماری لاعلاج مردمان شما دل درده و من چون اینو میدونستم برای شما دارویی آوردم. نوشیدن جرعه ای از این دارو درد دل را شفا میدهد. اینطور که میبینم شما تحفه های بسیار برای ما آوردید. هدایایی است ناقابل.
مرواریدیست خوشاب و غلطان از دریای پارس. امیدوارم مرد پسند شما قرار بگیره. تا به حال گوهری چنین خوب و با تراوت ندیده بودم. اینو به خازن بسپاری تا خوب ازش مراقبت کنی. شما از ما خواسته ای دارید؟ بله، اجازه چند روزی اقامت و تأمین آب و آذوقه از سرزمین پربرکت شما. میتونید تا هر زمان که بخواهید اینجا بمونید و با مردمان ما داد و ستد کنید. خانه و خوراک مهمان مایید. هر کجا درماندید از واری کمک بگیرید. ممنونیم. اینجا برمیگردیم. دیگه نمیتونیم با سلیمان هم سفر باشیم. چرا؟ چون ناخدا ادریس راضی نیست ما اسیر دست این مرد باشیم. سلیمان همه چیز ادریس رو غصب کرد. ناخدای منو، تو رو، کشتی رو، تمام مال و اموالو. ما برای دادخواهی به سیراف برمیگردیم. منو بپذیری، تو رو به خانوادت برمیگردونم. تو رو بپذیرم؟ در من چیه دیدی به خودت اجازه این گستاخی رو دادی؟ میراث ادریس مال سلیمان نیست، مال منه. در دریا صاحبش منم، در خشکی پسراش. من میراث ادریس نیستم، ارث هیچ کس نیستم، آزادم. آزادی تو دست منه. فراموش نکن تو هنوز یه برده ای. میتونم شهادت بدم ادریس قبل مرگ تو رو آزاد کرده، فقط به یک شرط. به شرط اینکه با من همراه بشی. برو بیرون، اجازه نمیدم برام تکلیف تعیین کنی. خطاست اگه فکر کنی با پناه بردن به شازان و سلیمان میتونی از دست من فرار کنی. بیرون، بیرون. چیزی از تو میخواست؟ بنشین. بهتره بدونی که ما چند روز اینجا میمونیم. میتونم شرایطی فراهم کنم برای همیشه اینجا بمونی یا با اولین کشتی به خانه و وطن برگردی. با کدوم راحت تری؟ هیچ کدوم. ایمان دارم هیچ کدوم عاقبت خوبی برای من نداره. خواهش منو قبول کنید و اجازه بدید همراه شما در کشتی باشم. ما هنوز در نیمه راهیم. سختی و دشواری بیشتری در راهه. مهم نیست. اگه به سلامت از این سفر برگشتین، منم با شما به تیز برمیگردم. اگه سرنوشت چیز دیگه ای بود، خودمو به خدا میسپارم. برای ماندن در کشتی شرطی دارم. بخواهی با ما همراه باشی، باید در کشتی محرمی داشته باشی. قبول میکنی از مردان کشتی همسری انتخاب کنی؟ قبول کنی؟ جشنی شایسته برای تو میگیرم. فرصت داری چند روزی که در اینجاییم فکر کنی. در انتخاب آزادی. فقط بدون شرطی که گفتم تغییر ناپذیره. سخت تصمیم میگیری؟ از تنها برگشتن میترسم. تمایلی به ازدواج ندارم با هیچ کس. منتظر شاهزاده دیباجاتی. زیاد وقت نداری، باید تصمیم میگیری. پیشنهاد میکنم به ظاهر با این ازدواج موافقت کنی. چی؟ لازم نیست آداب ازدواج رو رعایت کنی. با کی؟ با من. دلسوزی میکنی؟ نه، فقط از باب کمک.
در رد یا قبولش مختاری. تو که سیمیا و لیمیا و کیمیا میدونی، تو که از عالم غیب خبر داری، تو که ادعا میکنی علمو از استادت ارسطاطالیس یونانی آموختی، بگو چهار ستون بدنت که از هم جدا میشه. من چه تقصیری دارم؟ رم به تخت زدم، در شانزده خانه شطرنج نظر کردم، استرلاب در برابر آفتاب گرفتم، آنچه نشان داد به تو گفتم. دروغ گفتی. چهار کیسه مشک از من گرفتی که این تلس عاقبت کنیزک و رام تو خواهد کرد. خیال کردی من ناخدا ادریسم که به حرفای تو بخندم؟ تو با همه هستی و با هیچ کس نیستی وقاص. ناخدا ادریس عاقبت کنیز رو به تو میبخشه. این دندان گربه را 40 شب در دهان خود بگذار، عاقبت ماهورا از آن تو میشه. ناخدای تو حتمی است، همه چیز به زودی بر وفق مراد تو خواهد شد. پس کو صدای ساز دنگره را نمیشنوی؟ از خود که نگفتم. من چه کنم که تاله تو با تاله او برابر نیست؟ مرداست ناشکی نگر مرد، همین که زنده ای از معجزات این تلسم است. بگو مشکو کجا گذاشتی، میخوام بفروشم اینجا زنی بگیرم. رام کن، بهت پس میدم. باز بگو مشکو کجا گذاشتی. گوشه یه انباری بیارم پایین، پست میدم. مثالی اگر کم باشد رهایت میکنم به آب تا بروم. بروی باهای نجایی به دریا بسیار. در هر سفر ناخدایان عجایب بسیاری میبینم. ناخدایی برای من حکایت میکرد در سفری به جزیره وارد شدم پر از گل به رنگهای قرمز و آبی و زرد. دستمالی تهیه کردم، چند شاخ گلی چیدم و در اون بستم. وقتی در کشتی دستمال را گشودم، گلی در آن ندیدم. به جزیره برگشتم و از اهالی علت پرسیدم. گفتند خارج کردن گل از این گلستان. ما از دیباجات به سوی دریای چین می رویم.
فاصله ما تا سرزمین چین با باد موافق 2 ماه یا کمی بیشتر خواهد. به فرمان ملکه قبل از حرکت 3 دست جامه، 2 بار فیل برنج، 2 گاومیش، 4 کوزه شربت و 4 کوزه عسل که همه را برای مسافرت دریا آماده ساخته بودند پیشکش ما کردند که این اضافه بر هدایای جشن بود. ازدواج من با ماهورا به ناخدا سلیمان آسودگی خیال داد، اما مرداس را سخت بیقرار و بیارام ساخت. بخور. شهد خورما از شقاوتی که تو با من کردی هرگز کم نمی کنه. ناخدا ادریس هیچگاه چنین نکرد که تو با من کردی. فراموش کن. اختیار از دست داده بودم. از حق خودم نمی گذرم. تا اونو از ناخدایی نندازم دست نمی کشم وقاس. مرداس، حذر کن. حذر کن از کینه با ادابت. به هلاکت می افتی. عزیز مصر فعلا اوست. کاش مهر ماهورا رو به دل نداشتم. کاش. چه نقشی میکشی؟ نقش آسمان اینجا رو. مگه آسمان همه جا یکی نیست؟ نه، آسمان شمال با آسمان جنوب فرق بسیار داره. اینجا ستارگانی داره که من حتی اسم اونا رو نمیدونم. میخوای براشون نامی بنویسم؟ مگه نوشتن میدونی؟ در تیس به داشتن خط خوش شهره بودم. چه آموختی؟ دستور سخن گفتن، حرف و کلمه و جمله، احوال و اوصاف قلم، اقلام نوشتن، راندن و گردش قلم. بنویس. ستاره انتخاب کن، نام خودتو کنار اون بنویس. وسایل جمع کن برو داخل. آتونا پایین، همه روی عرشه. آتونا رو بیاری پایین. تونتر کس نمیتونه آزادش کنه؟ آزادش آب سنگیرش میکنه، بربلا میشکونه. کلو قرد کن. چی کار کنم؟ برو بیشتر نداری. یا با برو پاره کن، داده کلو قرد کن، بندستی ها.
یک پیمانه. سهم هر نفر فقط یک پیمانه. داریم درست میریم ناخدا. حتما شب ازش رد شدیم که پیداش نیست. نه، جزیره فولاد مثل هرمزه، هندیان وشتن مثل خورشید قرمز و طلاییه. اگه ازش رد میشدیم حتما دیده میشد. ناخدا، فقط برای یه روز دیگه آب داریم. اون کشتی چی؟ آبشون امروز تموم شد. هرچی داریم بازم نصف کن. هنوز به خشکی نرسیدیم، خودمون تشنه میمونیم. فردا به خشکی میرسیم، حتماً کار میکنی؟ نخور، 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 آب دریا شوره، میمیری. آب ناخدا، یکم آب بهم بده تو رو خدا. ناخدا آب، آب بهم بده تو رو. یه جور آب برش بیار. تموم شد، دیگه نداریم. یه صد آب توی انبار هست، خودم صبح گذاشتم. هر کی تشنه بود غلط کرد خورد. به همه این ناخداها، به حرمت عزیز من که تو جاش نشستی، چیزی بهت نمیگم. اگه پشتیبانی چون سلیمان نداشتی، زنده از این کشتی بیرون نمیرفتی. چرا بهشون نمیگی ما گم شدیم؟ ها؟ ما گم شدیم؟ میفهمین؟ ما از ناولدی ناخداهامون گم شدیم. اونا دارن ما رو میبرن به جهنم؟ 20 روزه دارین ادعا میکنیم به خشکی میرسیم. پس کو؟ کجاست اون خشکی لعنتیتون؟ چرا بهشون نمیگی فردا همه از تشنگی مردن؟ چیه؟ چرا به من زل زدین؟ تشنتونه؟ دارین میمیرین؟ این همون ناخدایی که شما ناخداش کردین؟ جز آب و آسمان چیزی نمی‌بینیم. بی آبی و تشنگی طاقت ما را گرفته است. چند نفری رو به موتند و دیگران قدرتی برای کار کردن ندارند. اهالی کشتی هر روز اسیر اوهام و خیال شده جزایر سرسبزی در افق می‌بینند. آنچه می‌بینند سرابی بیش نیست. اکنون سرنوشت ما در دست باد است. باد ما را به آن سو می‌برد که می‌خواهد.
مردمان عجیبی هم. حتی یه قایق هم تاب نداشتن. افغان از دریا میترسن. معلومه این قوم هیچ وقت به دریا نمیرن. این قوم نه سیاه هم نه سفید. ببینم تو به گوشه چیزی نداری؟ تو هم نداری؟ نه بخوری گفتن از دریای پارس میایین. ما نمیشناسیم دریای پارس کجاست. آن سوی دریای هند. دریای هند رو میشناسیم؟ میشناسم. دریای هند این طرف آخر دنیاست، دیوار چین این طرف آخر دنیاست. ما وسط دنیاییم. درست گفتید. شما اینجایید، میانه دنیا. این سرزمین هنده و این دریای هند. ما از اینجا میاییم، سرزمین پارس با سه دریا. دریای پارس اینجاست. چرا اومدین؟ اینجا چطور افتادین؟ ما برای تقدیم هدایا و تأمین آب و آذوقه به اینجا آمدیم. خودت به اینجا اومدی یا باد و طوفان کشتیاتو به اینجا انداخت؟ دریا آرام بود ما به اینجا آمدیم. ولی اون مرد چیز دیگه ای گفت. گفت باد شما رو به اینجا آورد. من میگم درست گفت. هر کشتی که باد و طوفان اینجا بیاره اون کشتی مال ماست، یعنی هدیه دریاست به ما. اون مرد خطاکاره و شورشی، با دروغ میخواد از همراهاش انتقام بگیره. حرفشو باور نکنین. ما با امید لطف شما اینجا آمدیم. تو مگه با ما دوست نیستی؟ مگه در پناه ما نیستی؟ چرا اموال کشتی تو به ما نشون نمیدی؟ منتظر اجازه شما بودیم. گفتیم اول هدایایی تقدیم کنیم. بفرمایید. هدیه ایست جادویی برای شما. روی ماهتون رو توش ببینید. تا امروز پیش پادشاهان عالم دیده بودی مثل این جواهرات؟ هرگز. هیچ پادشاهی چون شما جواهرشناس نیست. من گوهری دارم که فقط برازنده شماست. اون همراته؟ نه، در کشتی است. میخواستم به جبران دوستی و محبت شما وقت رفتن تقدیم کنم. همین حالا برام بیار. هرچی تو کشتی داری بیار. باشه، با اجازه. تو نه، بشین. تو برو بیار. بگو بیاره. برگرد به کشتی، صندوق جواهری که پیش تو دارم برام بیار. اموال هر دو کشتی رو پیاده کن. دستور رو شنیدی؟ چشم خدا. یک زنم با شماست، اونم بیار.
افراد برگردون به کشتی. هر دو کشتی آماده رفتن باشه. چشم ناخدا. بادمونا رو آماده کنید. حرکت میکنیم. چی کار میکنیم؟ میخوای اینجا به اسارت تنهاش بذاری؟ من گفت جعبه جواهراتی که پیش تو دارم بیار. جعبه جواهراتی پیش من نیست. چه منظوری داشت؟ قیس! صدای من رو میشنوی؟ اگه میخوای ناخدا سلیمان آزاد کنی باید اموال کشتی رو فدیه بدی. حاکم این جزیره همه ی اموال هر دو کشتی رو مال خودش میدونه. میگه هدیه ای در هر چی میخوان بهشون بدیم. باید آزادش کنیم. پیاده میشیم باهاشون حرف میزنیم. پیاده شیم همه رو قتل عام میکنن. کشتی و اموالش هم برمیدارن. نواگت دعوتشون رو قبول میکردین. نرفته بودیم هیچ کدومتون نمیتونستین سالم به کشتی برگردین. کشتی و اموال مهمتره یا جون ناخدا سلیمان؟ هر دو. جانشین سلیمان منم. هر چی میگم باید اجرا کنین. حرکت میکنیم. بادبونا رو باز کنین. لنگر رو بکشین. حرکت میکنیم. حرکت میکنیم. کیس اگه بر نگردین طلوع آفتاب سلیمان رو اینجا قربانی میکنن. بیشتری سلام و
نجات ناخدا سلیمان به سختی حاصل شد. او که عمری در اشتیاق راندن کشتی به سوی چین بود، اکنون در نزدیکی مقصد به بستر افتاده است. مرهمی که ماهورا بر زخم‌های او می‌نهد کارساز است، اما مانع از عفونت نیست. من با نگرانی از حال ناخدا سلیمان بی‌وقفه به سوی چین می‌روم تا طبیبان چینی را به بالین او حاضر سازم. پنج انگوش براست. پنج انگوش براست. هفت ماه راندن کشتی در دریاها، در روز عید سال نو چینیان به خانفو رسیدیم و در بندرگاه آن لنگر انداختیم. شهر چون عرشه کشتی های ما غرق در سرور و شادی بود. طبیبان چینی با سوزاندن زخم های ناخدا سلیمان او را مداوا کردند و فرستادگان حاکم پس از چندین نوبه به عیادت و پرسجو اسباب ملاقات با حاکم بزرگ خانفو را آماده ساختند که به رسم چینیان این کار را اول بود. به شما خوش آمد میگیم. اقرار میکنیم ناخدایان و دریانوردان سیراب دلیرند و شجاع. عبور از میانه دریاها و آنچه بر شما گذشته حیرت انگیزه. اجازه بدین کاتبان این سرگذشت رو بنویسن و صورتگران نقشی از شما بسازند برای آیندگان. این پیمان نامه است میان ما و شما. از امروز کشتی های پارسی که برای داد و ستد به سوی ما میآیند، در همه حال و همه جا از کمک و مساعدت دوستانه کشتی های ما برخوردار خواهند بود. در عوض کشتی های ما که با اجازه سرور و خاقان بزرگ چین برای داد و ستد و تجارت به سوی دریای پارس می روند، انتظار مساعدت و یاری دوستانه از پارسیان دارند. من در حضور امیرزاده ایرانی و ناخدایی که در تمام این سفر همراه یاور من بود، به درستی این پیمان نامه شهادت میدم و همان گونه که عهد و شرط کردیم این امانت را به حاکمان سیراف میرسانم. مطمئن باشید با شروع بادهای موافق، سیراف ایستگاه سفاین چینی و بندر خانفو لنگرگاه سفاین پارسی خواهد بود. نقشی که هنرمند نقاش از ناخدا سلیمان ساخت در گنج خانه شهر خانفو در کنار تصویر مردانی قرار گرفت که در صنف و دسته خود از حیث مقام و منزلت یگانند و بی‌بدیل.
ما با اجازه حاکم بزرگ خانفو بهار و تابستان را در اینجا به داد و ستد می‌گذرانیم و با شروع بادهای موافق در فصل پاییز به سوی سیراف بادبان می‌کشیم. اگر حادثه و بلایی در بازگشت نباشد، به لطف حق بهار سال آینده ما در وطن خواهیم بود. با ذخیره ای از دیده ها و شنیده ها و کشتی های پر از ابریشم ناب که در ایران و روم خواهان بسیار دارد. امروز قران رأس و مشتری است. گویند هر حاجت که در این روز بخواهی، پروردگار یکتا آن را روا کند.